والا نمیدونم داداش، ندیدمش. پیدا کردنش غیر ممکنه. طرف فرار کرده، فرار کرد و به غرورم دروغ گفتیم. حالا چی کار کنیم؟ عرفان، عرفان، با تو هم عرفان، نکنه کرم شدی؟ مگه تو فقط اینجا تصمیم میگیری؟ غرور حتما جاشو به اجوید گفته. الانم دارم به یه جای خالی میرم. ما باید چی کار کنیم؟ اگه خیلی میدونه اینم بگو آقای همه چی تموم. حالا به غرور چی بگیم؟ یه مسافرخونه تو امینونور. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ چون من اون آدم رو بهتر از شما میشناسم شریف. چه جاهایی قایم میشن، با کیا میگردن، تو چه سوراخایی میرن، همشونو میدونم. من قبلا کمیسر بودن، یادت که نرفتم. داری به ما تیکه میندازی؟ آره، بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. بس کن دیگه، من میخوام کمک کنم، فقط میخوام بهتون کمک کنم، همین. پس باید سنگین باشی، صداتم میاری پایین. از دیروز همه جا رو گشتم و از همه پرسیدم برای اینکه بخشیده بشم و یه سودی به شما برسونم. اگه باور نمی کنین به جهنم، اصلا برام مهم نیست. منو ببین. اسم اون مکان چیه؟ عظیم. اتاق شماره 17 تو این. اگه علکی گفته باشین. علکی گفتم بیاین پیدام کنین. من اینجا فرار نمی کنم که. داشی درست، یه نشونه پیدا شد. من مراقب گلتنم. ایبا سعید، اینا راه افتادن. طرف اونجا مرده دیگه، نه؟ دقیقاً نه. یعنی چی؟ مگه بهم نگفتی حلش کردین؟ زود کارتونو بکنین، دارم میان. داریم کار میکنیم دیگه. اگه بتونیم پیداش کنیم. یعنی چی؟ نمیفهمم. طرف فرار کرده برو. دارم میرم گلتن، اصلا نگران من نباش. جایی میرم که باید برم. بیبا وایسا. بیبا وایسا. وای، کسافت دروغ گفته. بذارین بپرس. شریف صاحب کن، هی. خدایا یا به ام سب بده یا زودتر بهش برسم. نمیتونم نفس بکشم. اون آدم لعنتی داره یه جایی نفس میکشه، اما من نمیتونم.
ایبو الان پریشونه. رفتن اونجا ولی پیداش نکردن. الانم با عصبانیت برمیگردن پیش من. میپرسن چرا گولشون زدم. میدونید من چی میگم؟ نقشه من اینه. اول به تو رسیدگی میکنم عرفان. ها؟ میگم عرفان گلتن رو اذیت کرده. چیه؟ دروغه؟ با یه آزمایش میفهمن تموم میشه دیگه. بعدش هم نوبت تو میرسه رئیس. یا میگم تو هم با عرفان اون کاری کردی. خوبه؟ میدونم این همه مدت کجا قایم شده بودی. اگه زردکو بندازم دنبالت دو روز نشده پیدات میکنه. این کار رو نمی کنی. واقعا؟ یادت رفته همه چی زیر سر خودته. ولی من پاکم. اون موقع با مادر ایبو حرف میزدم. چند روز هم هست که دنبالشونم و بهشون میگم منو ببخشن. من مشکلی ندارم. دیوونه شدی؟ دیوونم. دیوونم رئیس. من 25 ساله که دیوونم. اگه یه بار دیگه بهم دروغ بگین هر کاری گفتم میکنم. فهمیدی؟ خوبه. اگه عاقل باشی میتونیم انتقام هر چی ازمون گرفتن رو بگیریم. زندگیم، کارم، اعتبارم، هر چیزی که از شما گرفتن. حالا شما انتخاب کنین کدوم انجام بدم. خوبه. پس نباید مصطفی رو زنده پیدا کنن. را بیافتین. بیا اینو بگیر. یه لیست از آدمایی که شاید از مصطفی خبر داشته باشه. آخرین باری که دارم میگم اگه میخواین خودتون رو زنده نگه دارین بهتر مصطفی رو بکشین. من چی کار میکنم؟ اگه فرار کنم شک میکنم. منتظر میمونم. چی کار میخوام بکنم؟ قراره چی اتفاق بیفته؟ فقط میتونی یه جواب بدی. پس خود فکر کن چرا جاشو دروغ گفتی؟ دروغ نگفتم. ده غلطه. نه دروغ نگفتم. طرف اونجا بود حتما فرار کرده. بازم غلطه. بالا سیبل تو باره خونه منم الان میام. کارت دارم. بیا بریم. بگو دردت چیه؟ چرا همش دوره بر ما میپلکی؟ قسم میخورم دروغ نگفتم. طرف اونجا بوده. نمیدونم از من فرار کرده. دور بمون. از ما دور بمون. میدونی وقتی میبینیمت یاد چی میفتی؟ نکن شریف. به یاد قزنفر. دیگه جلوی من نگه. بیایی با ایبا سعید فعلا مصطفی رو نکشی باشه؟ لازمش دارم. وای ایبا تو دیگه چی بودی لعنت؟ گلتن! گفتم برای خونه واسه توضیح میدم. نه دیگه کافیه. بسه. چی شو؟ منو ببین. گوش کن. بلال باید به هم بگی چی شده؟ مگه منو دوست نداری؟ مگه من عشقت نیستم؟ چی شده؟ چرا غرور برگشته؟ بلال! بلال! گلتن واقعا چیزی ندیدی؟ یعنی هیچی یادت نمیاد؟ گلتن نه نه نیاد. تو رو خدا بگو نیاد. خجالت میکشم. بگو نیاد. چه خبرته؟ برو کنار. چی کار میکنی؟ برو کنار. گلتن ای خدا. گلتن گلتن در رو باز کن. گلتن در رو باز کن. تو رو خدا در رو باز کن. گلتن در رو باز کن. گلتن 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 در رو باز کن.
گلتن در رو باز کن. گلتن من باید ببینمت. باید ابراهیم گفتن تو بشنوم. گلتن در رو باز کن. باید از زبون خودت بشنوم میگی ابراهیم. عزیز دلم گلتن، فرشته من. پخش بین المللی زبان فارسی من در رو باز کن. خواهش میکنم گلتن. گلتن من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. من یه چیزیم شده گلتن، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، دارم دیوونه میشم. به خدا دارم دیوونه میشم گلتن. گلتن در رو باز کن، خواهش میکنم. تو رو خدا، تو رو خدا منو تنها نذار گلتن. چشماتو ببین. اصلا نگام نکن. نه نگاه نمی کنم، نگاه نمی کنم. Thank you.
ایبا، اون چه کاری بود با غرور کردی؟ نمیدونم چی بگم شریف، اما یه چیزی بهت بگم. احساس خوبی داشت. همش میگفتم چطور میتونم فراموش کنم، اما اون لحظه فراموش کردم. خیلی راحت بود. ایبو، خیلی خوب شریف، فهمیدم. گفتی صبر میکنیم، پس صبر میکنیم. باشه، تو هم میتونی بری. باشه، اما تو هم با هم بیا. نه، من نمیام. باشه، پس با هم صبر میکنیم تا خبر برسه. خیال چیزی نیست. میتونم کاری بکنم؟ آره، به جویتو از اون محله دور کن. باشه، ببرمش خونه. میخوای ببرش خونه؟ آروم باش بابا، ببرش دفتری جایی، چه بتونم، فقط ببرش، چون بلال به زودی قاطی میکنه. اگه جدا بشن احتمالش کمه مصطفی رو پیدا کنن. باشه، حلش میکنم. نیسان، بذار یه چیزی بپرسم. میتونی جویتو عاشق خودت کنی؟ به نظرت لازمه به این جواب بدم؟ خب دیگه برو. داشر جان، از مصطفی هاسکلی خبری هست؟ باشه، من توی محله منتظرم. ایوالا. دلت تنگ شده بود واسه محله و اینجا میگم. فراد همش میپرسی. چی میپرسی؟ ابجیاو، 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 ابجیاو کی برمیگرده؟ ابجیاو کی مغازه رو باز میکنه؟ بابا ما خمو خورده. بلا. بهش یه کار داده بودیم. فکر میکرد قراره پول در بیاره. امیدوار بود. خب چیکار کنه بچه؟ بلا. اینجوری هستی. اما گفتم کارای ابجیاو که نمیشه فهمید. اومد ازش بپرس. الانم اومده دیگه، ندیا. یه وقت چیز میشه. یعنی من دیگه مغازه رو باز نمی کنم. من به فراد گفتم تصمیم نگرفتی. شما بازش کنی؟ ما باز کنیم. تو سیبه، مگه دوست هم دیگه نیستی؟ چرا هستی؟ آره هستی. منم وقتی دیدمتون همین فکر رو کردم. برات خوشحال شدم. خوشحال شدیم؟ آره خوشحال شدم. ما چند سال با هم بودیم، اما خودت هم میدونی خیلی وقت بود تموم شده. تموم شده بود؟ آره، تو هم دیگه یه ساله که با سیبلی. قرار نبود منتظر من بمونی، مگه نه؟ آقو بلال پسرم، بفهم. آهو میاد، آهو میاد. خاله عمران، آهو میاد. اینجا رو باش، وضعیت مغازه رو ببین. اینم پژمرده شده. آبجاو باید مغازه رو اینطوری ببینه. آره، بندازش بیرون. آهو میادش، ببرش بیرون.
رفتین؟ کار درستی کردم خاله امران. هر روز به خودم میگم خوبه که اینجا پیش بچه ها. جای من اینجا بوده. خیلی دلتنگم. دلتنگ محله. دلتنگ همه تو. اما تصمیمم رو گرفتم. دیگه به کوی و دیوی بر نمیگردم. یعنی همینجا میمونم. خیلی منتظر موندم بلال، اما یه چیزی رو فهمیدم. هنوز از نفر قبلی نگذشتی. منم نتونستم به کسی فکر کنم. واسه منصرف شدن باید از خودش بشنوی؟ باید تو روت بگه تموم شد. میدونستم از همون اول. ایا تو منصرف می شدی ایا خودم. تو از آهو دست نمی کشی. خب پس دیگه خدا بس. شبان من یه بار عاشق شدم. چیزی عوضش نمی کنه. اما با وجود این وضع داغون، اگه تو میگی ما مثل همیم، اگه میتونی بازم با هم بمونی، یعنی که خوش اومدی. معلومه که تمام شده بوده. من با سیبل خوشحالم. اینجا صداش نگهش داشتم. بیا
صبر کن صبر کن. ببین این آدم واسه ما خیلی مهمه، اما اگه فکر میکنین که ما رو بفرستین اون تو بعدش بخوایم بهمون حمله کنین. خب این دوستم بهتره بهتون نگم که چه کسیه، اما اینقدر میتونم بهتون بگم که از 10 سالگیش تو زندون مزل شده، 4 بار چاقو خورده، 6 بار تیر خورده، 2 بار از کما اومده بیرون، امپراتوری تشکیل داد، از امپراتوری هم افتاد. چرا خودش حرف نمیزنه؟ اون خیلی وقت از حرف زدنش گذشته، دیگه توی دنیای دیگه است. اما اگه خیلی میخوای نشونت میده. ناشته بابا، چرا اینطوری حرف میزنی؟ من دلم سوخت و نگهش داشتم، همه دنبالشم، گریه کرد منم گفتم بمونه. والا این توه. خب باشه باشه برو. ای بابا ساکت ساکت. سعید خبر خوب بده. بیا سالن بیلیارد بشلر، همینو میتونم بگم. پیداش کردین؟ نکشینش، یه نقشه دیگه دارم الان میام. میگم این مصطفی هاسکیلی؟ خب آدمی که دنبالشیم نباشه چی؟ گلتن صورتشو ندیده، از کجا مطمئن باشه؟ دیگه چه میخواد باشه؟ به جز غرور بقیه هم دیدنش، از محله پرسیدم. آره اما خب طرف اگه مشکلی نداره پس چی فراری شده؟ سابقه هم که داره، 4 تا زنم که اذیت و آزار کرده. نه اما باز یه چیزی هست، من یه حسی دارم. ایبا هم؟ آره اونم یه حسی داره، درست ناراحته اما یه چیز دیگه هم هست. چشماش مثل ایبای سابق نیست. تو الان نگرانشی؟ باشه بابا من میرم پیشش، تنهاش نمیزنم. تو حالت خوبه؟ حال منم مثل شما هست. گشنه یه چیزی بگیرم؟ نه ممنون، اشتها ندارم. اگه سرده کتمو بدم بهت؟ نه خوبم. با دور بودن از اینجا خوشحالی؟ خوشحال. معلوم حواست خوب بود. عوض شده؟ آره یکم ظاهرت عوض نشده، خندهات هم که همون، موهات یکم بلندتر. خب چیم تغییر کرده؟ درونت عوض شده، یه تصمیمای جدید گرفتی. درسته، زندگی جدید ساختم. به نظرم تو بود این واسه تو خیلی بهتره. واقعا ازم میخوای برم؟ مطمئنی؟ اصلا نمیتونم از اینجا از درون قلبم فریاد بزنم بهت بگم که
آه من عاشق تو هم. نمیتونم سلام. نقشه خیلی خوبیه. دهنشو باز کنین. حالا با تو حرف میزنم مصطفی. ببخشید غافلگیر شدم، خوش اومد. چطور پیدام کرد؟ خیلی راحت. رفتم محل عروسی دیروز و پرسیدم اجویت کجاست. همه گفتن برو پیش آهو. من بهت زنگم زدم اما... آره، شرمنده نشد جواب بدم. نتونستم بیام. اینجا... نه، لطفاً. خواهش میکنم. من برای کار نیومدم اینجا. اومدم حالتو بپرسم ببینم خوبی یا نه. آره، خوبی. داریم حلش میکنیم. یه خواهش دارم. میشه اجویتو یکم بدوزدن؟ آره میشه. نظرت چیه؟ اگه اینجا همه چی مرتبه بیا یه نیم ساعت با ماشین بریم. میخوام یه چیزی بهشون بدم. لطفاً جواب رد نده. ببخشید آهو، اگه نرم بد میشه. مجبورم، آخه رئیسم. رئیسته؟ تو چی فکر کردی؟ هیچی، اصلا بهش فکر نکردم. باشه تو برو، رئیست بد میشه. من به بالا سر میزنم. باشه باشه. داداش التماست میکنم، من دیگه از این کارا نمیکنم. توبه کردم داداش. داداش تو به اسم من چی کار کردی؟ به هم دروغ گفتی؟ این چه وضعشه؟ خیلی داری حرف میزنی. الان یکی میاد اینجا ازت میپرسه کار تو بوده یا نه. تو چی میگی؟ میگی من کردم. نه داداش، خواهش میکنم، تو را خدا نکن. ای بابا، بذاریم بکشنش تموم شه بره دیگه. آه؟ یا صبر کن ببینم. خودت انتخاب کن. عرفان، یه لحظه میای اینجا. دستتو دراز کن. دستتو دراز کن. حالا من بهت شلیک کنم یا نکنم، تو انتخاب کن. یالا داداش بیخیال. انتخاب کن.